امشب در 24 پیام شاهزاده رضا پهلوی برای سالگرد شروع اعتراضات در ایران. ملت سرفراز ایران با همبستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در درون و بیرون کشور است که میتوان این رژیم ضحاکی را به زیر کشید. او به جمهوری اسلامی هشدار داده از عواقب سرکوب به هراسه. آیا این نخستین فراخوان او برای تظاهرات در داخل ایرانه؟ برگزاری جلسه درباره ایران در پارلمان بریتانیا، نشستی برای ادای احترام به مهسا امینی و جستجوی گسترده در بریتانیا برای یافتن زندانی فراری که به جاسوسی برای ایران متهمه. از واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری در ایران از گروه‌های مختلف خواسته تا با اتحاد و همدلی آنچه موج نوین انقلاب خوانده رو کلید بزنند. او در این پیام ویدئویی گفته راه رهایی و آسایش مردم برچیده شدن به تعبیر او رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی از ایرانه. ملت ایران ملتی است متمدن و صلح‌جو، اما دفاع مشروع و حفاظت از جان و امنیت خود و دیگران در برابر رژیمی که چون گرگ درنده به جان مردم می‌افتد حق بدیهی و مسلم شهروندان است. ملت سرفراز ایران با همبستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در درون و بیرون کشور است که میتوان این رژیم ضحاکی را به زیر کشید. و بدانید که نیروی سرکوب زمانی آمران خود را تنها میگذارد که شما ملت را در جمعیتی بزرگ و در بالاترین سطح همبستگی ببیند. تفرقه انگیزان را از خود دور کنید و یک صدا ندا سر دهید: ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. علیرضا کیانی فعال سیاسی از واشنگتن و مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما هستن. با آقای کیانی شروع میکنم. آقای کیانی، این به نظرم نزدیکترین چیزی است که به یک فراخوان از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم و شنیدیم، به خصوص که هم یک روز مشخص داره و هم در انتهای پیامش یک شعار مشخص. درود میفرستم به شما و مهمان محترم و ارجمند برنامه جناب آقای محمدی گرامی. درود میفرستم خدمت بینندگان برنامه. باید عرض کنم خدمتتون که در واقع این پیام در امتداد پیامی بود که ایشون اگر اشتباه نکنم در 16 جون به اصطلاح امسال داده بودند و که میشه 26 خرداد که اونجا گفته بودن که یک کارزار 3 ماهه باید آغاز بشه. مشخصا از عبارت گفته بودن زادروز مجید رضا رهنورد رو به شروع کارزاری 3 ماهه بدل کنیم و خب داریم به در واقع اون سرفصل 3 ماهه اون کارزار میرسیم و در واقع یک وصلی ایجاد کردن بین زادروز مجید رضا و سالگرد جاویدنام مهسا امینی. در مورد اینکه حالا برای این سوال ایجاد شده که آیا این نخستین فراخوانه یا این فراخوانه فراخوان نیست، من فکر میکنم واژه کارزار در واقع خودش روشنه. کارزار در واقع اون تنین لازم رو داره و مخاطب هوشمند کاملا میتونه از کارزار اون برداشت لازم رو داشته باشه و با توجه به در آدرس هایی هم که شاهزاده در متن دادن از جمله تأکید کردن برای اینکه ملت ایران متمدن صلح‌جو هیچ و خودش خشونت رو شروع نمی کنه ولی مقابل خشونت وای میسته، دفاع مشروع رو حق خودش میدونه. و یا وقتی به دستگاه سرکوب هشدار داده میشه که از ساعت عدالت بهراسید و از سرکوب در واقع ملت به ساعت عدالت بیاندیشید و از سرکوب ملت رنجیده بهراسید، اینها آدرس های لازم رو در خودش داره. و در این مورد سالگرد جاویدنام مهسا امینی باید به این نکته رو اشاره کنم. شاهزاده رضا پهلوی تا جایی که من به خاطر دارم همیشه تاکید داشتن که در واقع از اجماع ملی حمایت میکنن. در مورد سالگرد جاویدنام مهسا امینی این اجماع ملی وجود داشت. ایشون هم از به اصطلاح آبروی خودشون، سرمایه خودشون، محبوبیت خودشون، شهرت خودشون استفاده کردن و به اصطلاح حمایت خودشون رو به میون آوردن. نکته بسیار پررنگی که باز هم همون با
وجه کارزار بودگی این پیام رو به نظر من برجسته میکنه در کنار اون فراخوانی که سه ماه پیش دادن، اینه که اقشار مختلف رو مورد خطاب قرار دادن. یعنی ما مشخصا نام بردن کارگر، نویسنده، به اصطلاح کنشگر محیط زیست، دیندار، چه در واقع مسلمان چه غیر مسلمان، و اینها اعم از زن و مرد. و به نظر من نکته بسیار استراتژیکی هم هست، صرفا وجه شعاری نداره. چرا؟ چون شما به آخر پیام که دقت میکنید میبینید در آخر پیام تأکید شده که جمعیت زیاد نیروی سرکوب رو پس میزنه. ما کاملا در واقع این رو میدیدیم دیگه، یعنی چیزی بوده که همیشه خود نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی تلاش داشته که اگه جمعیت زیاد بود اونا رو بپراکنه تا بتونه در واقع سرکوبش رو راحت‌تر انجام بده. و وقتی اقشار مختلف رو مورد خطاب قرار میده که در این اقشار مختلف طبقات فرودست وجود دارن، کارگر جامعه وجود داره، کارمند وجود داره، ورزشکار وجود داره، و وقتی نظامی وجود داره و وقتی همه اینا رو مورد خطاب قرار میده، در واقع به همون وجه استراتژی مسئله، یعنی جمعیت زیاد، این همبستگی حداکثری که میتونه نیروی سرکوب رو هم پس بزنه. و بارها و بارها در سخنرانی های رهبران جمهوری اسلامی هم دیدیم که به اصطلاح از جمعیت زیاد میهراسن. به نظر من این کارزار سه ماهه تأثیر خودش رو هم گذاشته. یک، احتمالا در جریان هستید، بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD یه مپینگ پروتست این ایران در واقع کار خیلی خوبیه که داره انجام میده. و شما وقتی من داشتم نگاه میکردم امروز برای اینکه بیام تو این برنامه، دیدم از 16 جون که شاهزاده این پیام رو دادند، ما در خود جون 183 مورد تظاهرات در ایران داشتیم، در جولای رسید به 277 مورد و در آگست رسید به 352 مورد و الان که یه 7-8 روزی از سپتامبر گذشته رسیده بر 52 مورد ما تظاهرات داریم. که شما اگر مقایسه کنید با آوریل، شما میبینید که یعنی مشخصا در واقع از زمستون پارسال تظاهرات بسیار کم شده بود و الان ما داریم میبینیم که از جون امسال مشخصا به استناد مپینگ پروتست این ایرانی که FDD داره زحمتشو میکشه، ما شاهد سیر سعودی تظاهرات هستیم. اینا همه باید به هم پیوند بخوره. آقای محمدی، من از این منظر گفتم این شاید بیش از هر بار دیگری شبیه به فراخوان هست که در بخشی از همین اظهارات ایشان آمده که سالگرد قتل دختر ایران جاوید نام مهسا امینی فرصت مهمی است تا شما میلیون‌ها ایرانی دغدغه‌مند از هر قشر و گروه متحد با هم موج نوینی از انقلاب ملی ما رو کلید بزنید. این یعنی یک روز مشخص داره و حرف از میلیون‌ها ایرانی هست، حرف از خارج از ایران هم نیست. طبیعتاً اشاره بیشتر به داخل ایرانه و در آخر همین پیام هم میگه که از این شعار هم استفاده کنیم که ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. بنابراین هم یک روز داره و هم یک شعار داره، یک جوری یک سرمایه گذاری سیاسی هست دیگه. یعنی اگر ما در اون روز ببینیم که تعداد قابل توجهی از معترضان در خیابان‌های ایران هستند و چنین شعاری میدن، میتونه موقعیت شاهزاده را به گمانم خیلی مستحکم‌تر کنه در بین اپوزیسیون، اینطور نیست؟ کاملا همینطوره. من هم این رو اولین فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میدونم. ببینید، در طول یک سال گذشته بالاخص انتظاری که از شاهزاده رضا پهلوی بوده، ایشون کم کم در یک روند تکاملی اون نقش رو داره بر عهده میگیره. خب این انتقاد مطرح بود از این که ایشون در موارد خاص، در دوره‌های خاص، دوره‌هایی که سه روز اعتصاب اعلام میشد، ایشون معمولا استنکاف میکرد از این که فراخوان بده. البته در این انتقادها نوعی سنگ‌اندازی هم به چشم میخورد، افرادی رو که دعوت میکردن ایرانیان رو به اعتراض، اونها رو مسئول جان اونها معرفی میکردن، در حالی که دستگاه سرکوب هست که مسئول کشتن و زخمی کردن افراد هست. اعتراض یک حقه و افرادی که دیگران رو به اعتراض مدنی، به مقاومت مدنی، به نافرمانی مدنی دعوت میکنند، در واقع حق اونها رو یادآور میشن. که در این پیامی که شاهزاده دادن به روشنی این حق برش تأکید شده و این دعوت البته همونطور که شما گفتید ریسک درش هست، ولی رهبران سیاسی همواره باید آماده باشن که این ریسک ها رو بپذیرن. خیلی دشوار هست که شما بپذیرید که یک رهبر سیاسی همواره در مقام برنده، همواره در مقام موفق ظاهر بشه. بسیار از رهبران سیاسی در یک دوره‌های فراخوان‌هایی میدن، دعوت‌هایی میکنن که اینها با در واقع عکس العمل مثبت یا واکنش سریع مواجه نمیشه.
در همین در این فرایند هست که رهبران سیاسی جای خودشون رو در میان مردم پیدا میکنن. پیامی که شاهزاده داده به نظر من یک پیام به موقع، موجز و کاملا متناسب با شرایط امروز هست، با پیام‌های قبلیشون هم کاملا سازگاره. و تنها نکته‌ای که جدید هست در این پیام بحث دفاع مشروع هست. این انتقاد سال گذشته هم مطرح بود، بسیاری از افرادی که به جنبش‌های بدون خشونت باورمند بودن از این عبارت‌ها استفاده نمی‌کردن، اما به نظر من هم کاملا مشروعه. افراد حق دارند در برابر خشونت بی حد و اندازه‌ای که دستگاه سرکوب نشون میده، افراد حق دارند از خودشون دفاع کنند. آقای محمدی، همین رو دوباره از شما میخوام بپرسم که یک نکته دیگری که در این اظهارات جلب توجه میکنه این هستش که به تمام اقشار به نظر میاد که داره پیام میفرسته، به خصوص در داخل ایران، حتی کسانی که در نیروهای امنیتی هستند و اونها رو دعوت میکنه که موضعشون رو تغییر بدن. ولی میدونیم که در این یک سال گذشته بالا پایین زیاد داشتن اپوزیسیون، مخالفت هایی با شاهزاده بوده، دل سردی هایی وجود داشته در بین بعضی از اپوزیسیون. چقدر فکر میکنید که میتونه فائق بیاد سخنرانی این چنینی بر اون مشکلات قبلی؟ ببینید، در میان گروه های سیاسی فراتر از این که شما مشروط خواه باشید، جمهوری خواه باشید، نمیدونم سلطنت طلب باشید، در میان مجموعه گروه های سیاسی و رهبران سیاسی که در یک سال گذشته به میدان آمدند، اون گروه هشتی که شکل گرفت و بعد هم از هم پاشیده شد، به نظر من شاهزاده رضا پهلوی در میان اونها برجسته تر هست، نقشش محبوبیت بیشتری داره در میان مردم و همینها هم البته بار سنگین تری رو بر روی دوش ایشون میگذاره. علتش همین هست که از یک سرمایه اجتماعیشون برخورداره، از یک سرمایه تاریخی برخورداره. خب اینها در واقع کفه ایشون رو سنگین تر میکنه. آقای کیانی، این سرمایه که آقای محمدی بهش اشاره کردن، به گمانم در این فراخوان، اگر اسمشو بخوایم فراخوان بذاریم، که داده شده برای خود شاهزاده و اطرافیان او هم یک نوع میشه محک زد. اینطور نیست که ببینیم چقدر استقبال خواهد شد از اون. من به حرف آیه محمدی رجوع میکنم، حرف بسیار درستیه. ریسک در واقع ذاتی کار سیاسیه و شما در کار سیاسی باید ریسک رو هم بپذیرید. ضمن اینکه به جرئت میشه ادعا کرد که به اصطلاح خود مسائل مختلف در واقع داره نشون میده که چه میزان شاهزاده، شما همین میزان ویوی که در واقع در توییتر و در اینستاگرام همین ویدیو در همین چند ساعت گرفته رو میتونید یک معیاری قرار بدید. وقتی که نظرسنجی آزادانه در ایران نمیتونه انجام بشه، اینو میتونید معیار قرار بدید در مورد میزان استقبال مردم از رهبران سیاسی. من به حرف خود شاهزاده رضا پهلوی هم ارجاع میدم، مردم رهبران خودشون رو انتخاب میکنن، رهبر از بیرون تحمیل نمیشه. این بحثای در واقع حاشیه‌ای هم باز قابل ارجاع است به جمله دیگه ای از شاهزاده رضا در همین پیام: تفرقه انگیزان رو از خود دور کنید. یک ایران دموکراتیک و آزاد برای همه گرایش‌های سیاسی جا داره، جز فاشیست‌ها، جز اسلام‌گرایانی که میخوان حکومت شرعی تحمیل کنن، جز کمونیستایی که میخوان حکومت کمونیستی در واقع تحمیل کنن. برای همه گرایش‌های در واقع جا هست و من فکر می‌کنم که این نیازمند اینه که اون همبستگی ملی لازم در این مرحله شکل بگیره و البته از لحاظ سلبی هم نیازمنده که تفرقه انگیز رو از خودمون دور کنیم. ممنونم از هر دو شما، آقایون علیرضا کیانی فعال سیاسی از واشنگتن و مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. ساعتی پیش جلسه در مجلس اعیان بریتانیا به مناسبت درگذشت مهسا امینی برگزار شد. در این جلسه بعضی از نمایندگان پارلمان به همراه شماری از شهرهای سیاسی حضور داشتند. هدف از این گرد همایی ادای احترام به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی عنوان شده. طناز خامه در حاشیه این نشست گفتگویی داشته با برگزار کنندگان اون. در کنار وزیر اطلاعات اسرائیل و همینطور لورد پولاک، یکی از نمایندگان سرشناس در مجلس اعیان بریتانیا هستم، ازشون میخوام بپرسم در مورد جلسه امروز. خیلی خوش اومدید، ممنون میشم برای ما توضیح بدید که چرا شما در مصاحبه ای که با روزنامه نگاران فارسی زبان داشتید تاکید کردید که تغییر در ایران رو به زودی میبینید و توسط خود مردم این تغییر ایجاد میشه. همونطور که دارین اینجا میبینین، تعداد زیادی امروز اینجا اومدن و من با ایرانیان زیادی صحبت کردم و این حس رو دارم و میتونم درکش کنم که اتفاقی داره میفته.
ما در فرهنگمون برای عید مقدس یهودیان یه ضرب المثلی داریم که میگیم آرزو میکنیم تعطیلات سال آینده شما رو در اورشلیم ببینیم. من حالا میخوام به ایرانی ها علل خصوص نسل جوان بگم که امیدوارم سال دیگه همدیگر رو در تهران ببینیم. سال آینده، next year you mean؟ من از ته قلبم به این موضوع باور دارم که ما میتونیم با همین ماجرا رو عملی کنیم. بله، ایشون فکر میکنن سال آینده این تغییر صورت گرفته و ما در تهران خواهیم بود. اما لورد پولاک، ممنون میشم شما بگید برای چه جلسه امروز رو برگزار کردین، چون شما بودید که دعوت کردید از یک سری از چهره ها و همینطور وزیر اطلاعات اسرائیل. من امروز میزبان این نشست و خانم وزیر بودم. این نشست درباره حمایت از مردم ایران و مخالفان رژیم بود و اینکه صدای مردم ایران باید شنیده بشه و به خواسته های اونها توجه بشه. ما هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا صدای اونها باشیم. اتفاق جالبی که تو این نشست توجه من رو به خودش جلب کرد این بود که یکی از شرکت کننده های ایرانی در حین سخنرانی خانم وزیر پاسپورتی که از 44 سال پیش و زمان رژیم گذشته داشت باز کرده بود و با امید به اون نگاه میکرد. این نشون میده که جامعه آرزو داره به دوران پیش از این رژیم برگرده. ممنونم. Thank you so much. Thanks. بله، همونطور که هر دو اشاره کردن به این مسئله، این هست که اسرائیل، بریتانیا در کنار هم قرار گرفتن، یعنی نماینده‌ای مثل لورد پلاک تلاششو داره میکنه که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، تلاششو داره میکنه که فشارها روی نمایندگان بریتانیا بیشتر بشه تا بتونن یک موضع جدی در قبال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران داشته باشن. بن سبتی، پژوهشگر مسئله ایران اسرائیل از لندن با مساق سبتی، فکر میکنید جلسات اینچنینی به خصوص با حضور وزیر اطلاعات اسرائیل چقدر میتونه در تغییر رویکرد پارلمان بریتانیا به خصوص در مجلس عوام، حالا این نشست در مجلس عیان بوده، تغییر ایجاد بکنه؟ چون میدونیم فشارها زیاد بوده برای اقداماتی مثلا مثل تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، ولی مقاومت ها هم کم نبوده. با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. بله، یک مسئله ای که وزیر اطلاعات خانم گملیل هم به روش اشاره میکنن این هست که این راه طولانی هست و باید بسیاری از دولت‌های غربی و همینطور انگلیس رو متقاعد کنن که از رژیم حکومت اسلامی دوری کنن و برای اون فشار رو بیشتر کنن. و مثلا همین مسئله وارد کردن سپاه به لیست تروریستی، این یک مسئله ایه که ایشون خیلی روی اون هزینه گذاشته و کار میکنه و من کار یک روز و دو روز نیست، ولی با شنیدن داستان‌های سرکوب، با شنیدن داستان‌های خشونتی که رژیم اسلامی به کار میبره، این پارلمان‌ها شاید بیشتر و بیشتر متقاعد بشن که باید واقعا از این رژیم دوری کنن. و این خانم گملیل این مسئله رو به عهده گرفته و داره کشور به کشور میره و سعی میکنه که این موضوع رو پیش ببره. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر مسئله ایران و اسرائیل از لندن با ما. دانیل عابد خلیفه که با اتهاماتی تروریستی و جاسوسی در زندانی در لندن نگهداری می‌شد، صبح چهارشنبه در لباس آشپزی و با بستن خودش به زیر یک ون از زندان فرار کرده. او 21 ساله است و پیش از زندان عضو ارتش بریتانیا بوده. آقای خلیفه قرار بوده دو ماه دیگه در دادگاه به اتهام استخراج اطلاعات، کارگزاری بمب جعلی و جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن محاکمه بشه. به گزارش بی بی سی، دولتی که خلیفه متهم براش اطلاعات جمع می‌کرده، دولت ایرانه. همزمان با جستجوی گسترده در بریتانیا برای پیدا کردن دانیل خلیفه، وزیر دادگستری کشور وعده اجرای عدالت داده. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن با ماست. خانم تبری، رسوایی بزرگی است دست کم برای زندانی که او از اون فرار کرده، اینطور نیست؟ درسته. اولا که الان این سوال پیش اومده که چرا تو همچی زندانی گذاشتنش، تو زندان بلمارش نذاشتن که تروریست ها هستن اونجا. و مسئله دیگه، سوال های از مسئولان و وزیر مسئول زندان ها و اینها خیلی زیاد هست. به هر حال همه دارن میپرسن که چرا این اتفاق افتاده. این اتفاق خیلی زیاد معمولی نیستش، خیلی اتفاق نادریه. ولی معمولا چیزی که مهم هستش اینه که اینا وقتی که از زندان فرار میکنن جایی ندارن
میرن برای رفتن و خیلی زود دوباره دستگیر میشن اگر وقتی این اتفاق میفته. خیلی به ندرت ممکنه که یک همچین فراری دستگیر نشه طرف. برای همین هستش که الان دارن سوال میکنن که آیا این فرار این آدم بعد از الان 40 خورده ساعت نزدیک 2 روز میشه، آیا سازمان یافته بوده، آیا این آدم تماس با کسایی داشته که اینو به سرعت تونستن از مملکت خارج کنن یا جایی پنهان بکنن. این خود اینا همه سوالهایی که در روزهای آینده احتمالاً معلوم میشه جوابش، یا شاید هم معلوم نشه. ولی نکته مهمی که به نظر من در اینجا مطرح هستش و باید به مردم این بریتانیا این رو گفت این هست که ببینید چقدر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران در تمام بخش‌های جامعه بریتانیا نفوذ کرده. این آدم در پادگان ارتش بوده، اونجا کار میکرده، وظیفه داشت، اونجا کار داشته، اونجا بوده که فهمیدن این آدم داره اطلاعات جاسوسی جمع میکنه و به ایران میده. و این ایرانی اصلا نیستش. این همون موضوعیه که ما بارها و بارها گفتیم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در اینجا افرادی رو از کشورهای دیگه یا با پول میخره یا اینکه شیعه هستن، از کسانی از پاکستان هستن، از افغانستان هستن، از جای دیگه هستن که اینها رو با خریدشون، با پول دادن بهشون، مزدوریشون، اینها رو به کارهای تروریستی وادار میکنه، به کارهای جاسوسی وادار میکنه. و اینکه در حتی در پادگان بریتانیا یه همچه آدمی حضور داشته جای خیلی خیلی ترس و وحشتی هستش برای مردم این کشور. این موضوع الان تو تمام روزنامه ها مطرح شده و دونسته شده و دولت به شدت پاسخگو خواهد بود به این موضوع. و اینکه برای چی و ایرانی های مقیم بریتانیا، ایرانی بریتانیایی ها، اینجاست که بایستی شروع کنن به مردم یادآوری کردن که به دولتتون بگین با دولت ایران مماشات نکنه، سپاه پاسداران رو تحریم کنه، با جمهوری اسلامی رو، با اپوزیسیون رو حمایت بکنه. الان خودتون گفتین که در مجلس یک بزرگداشتی بود برای سال روز قتل دولتی مهسا. من خودم اونجا بودم، تلویزیون شما با منم صحبت کردن البته، و بسیار بسیار مثبت بود. خانم وزیر اطلاعات، خانم گیلاد وزیر اطلاعات اسرائیل اونجا بودن، سفیر اسرائیل در لندن اونجا بودن، بسیاری کسان دیگه ای از گروه های مختلف اپوزیسیون اونجا بودن و جلسه خیلی خوبی بود برای اینکه ما یادآوری بکنیم به همه که یک ایران دموکراتیک و یک ایران سالم دموکرات برای کشورهای دموکرات دنیا یک متحد بسیار عالی هستش. الان بریتانیا گروه واگنر رو گذاشته توی لیست تروریستی. خب چرا نمیتونه سپاه پاسداران رو بذاره توی گروه تروریستی؟ تا حالا بهانه میآوردن، 1001 بهانه میآوردن. الان این بهانه ها رو باید ازشون گرفت و باید فشار آورد که باید اینها رو تحریم کرد و اپوزیسیون ایران رو تقویت بکنن و بیستن پشت اپوزیسیون ایران. من فکر میکنم این حوادث همه کمک خواهد کرد که نظر افکار عمومی بریتانیا رو تغییر بده. اون مهمترین مسئله است، افکار عمومی بریتانیا وقتی تغییر کنه دولتشون حتما دست به اقدامی خواهد زد. خانم طبری، حالا جاسوسی‌های از این دست تو خب خیلی اوقات دولت‌های مختلف به خصوص علیه کشورهای متخاصم می‌کنن، روسیه باشه علیه بریتانیا، بریتانیا باشه علیه روسیه، بعضی اوقات حتی کشورهایی که الزاماً با هم در خصومت هم نیستن. مواردی داشتیم مثلا جاسوسای اسرائیلی در ایالات متحده آمریکا. این چه تصویری به ما میده از میزان پیچیده شدن و فناوری و دسترسی که سرویس‌های اطلاعاتی ایران دارن پیدا میکنن در دنیای غرب به خصوص؟ ببین، من فکر نمیکنم سرویس‌های اطلاعاتی ایران اونقدر توانایی دارن، ولی به هر حال الان با نزدیکی به روسیه و استفاده از راهنمودهای اونها، دستگاه اونها، استفاده از چین، از وسایل جاسوسی و وسایل اطلاعاتی که از چین به دست میارن، اینها همه مسئله است. اینا همه ایران رو در این زمینه ها قوی میکنه و ایران پول مردم ایران رو خرج اینجور مسائل میکنه. و بریتانیا اشتباهی که فکر کنه ایران براش از نظر اقتصادی سودمنده، به هیچ وجه سودمند نیستش. ایران تمام بودجه رو صرف اینجور به اصطلاح فعالیت ها میکنه که این فعالیت ها هم
حمایت شده از طرف روسیه و چین هستش. و اینجا دولت بریتانیا و دولت‌های غربی هر کدوم با یک کشور روبرو نیستن، فقط با ایران نیست که طرف هستند. ایران از طریق ایران کشورهای دیگه راه پیدا میکنن به این اطلاعات، چه بسا این اطلاعاتی که این آدم برای ایران میفرستاده از طریق ایران به جای دیگه میره، برای اینکه روابط با روسیه درست نیستش. میدونی این مسئله ای که الان کشورهای بریک ایران رو هم دارن میپذیرن در داخل خودشون، چین و هند و روسیه و آفریقا و برزیل و اینها همه، خب کشورهای غربی باید یک بار دیگه فکر کنن ببینن ایران در کنار اونا براشون بیشتر منفعت داره یا ایران در کنار کشورهای دموکراتیک. این که میگید که کشورهای دیگه هم این کارا رو میکنن درسته، ولی اصلا این خبر رو وقتی دادن گفتن این جاسوسی برای یک دشمن بریتانیا بوده، یک مثلا فرض کنین برای آمریکا نبوده با قول شما، یا برای یک کشور اروپایی نبوده، برای یک دشمن بریتانیا بوده. چرا از این کلمه استفاده کردن خودش خیلی معنیدار هستش، برای اینکه این اطلاعاتی رو که اگه بخواد بگیره فقط منحصر به ایران نیست که زیاد به اصطلاح توانایی کاری نداره، این اطلاعات به جاهای دیگه میره، برای کسای دیگه استفاده میشه ازش. ممنونم از شما شهران طبری، روزنامه‌نگار از لندن. هشت شبی به دنبال تشکیل تیپ جدیدی در شمال بغداد، موضوعی که واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. پیش از انتشار این خبر هم یک نماینده پارلمان عراق از شروع نامنویسی برای پیوستن مردم به تیپ جدید هشت شبی خبر داده بود. این سازمان تحت حمایت جمهوری اسلامی قصد داره نیروی خودش رو از منطقه طارمیه در شمال بغداد تا مرز استان سامرا در مرکز عراق به طول 100 کیلومتر گسترش بده. یک فرمانده هشت شبی گفته این تیپ جدید از نظر تجهیزات و رهبری یک تشکل جدیده و گروه‌های مسلحی مثل جنبش الجنبا و گردان‌های حزب الله هم در اون حضور دارند. بعضی از ناظران تشکیل و استقرار تیپ‌های جدید هشت شبی در این مناطق رو چالشی بزرگ برای دولت این کشور می‌دونن. فرزین کرباسی فعال سیاسی از سلیمانی عراق با ماست. آقای کرباسی، از یک طرف میدونیم که دولت مرکزی عراق خیلی به دنبال این هستش که بالاخره تا حدودی از میزان نفوذ و گسترش این نوع گروه ها کاسته بشه، از طرف دیگه داریم میبینیم که هشت شبی داره به نظر میاد که تلاش میکنه فعالیتاشو گسترش بده و به مناطق بیشتری در عراق بره. ببینید، به صورت شعاری بله دولت میخواد جلوگیری کنه، ولی از نظر عملی چون این دولت برآمده از چارچوب هماهنگی هست از اون گروه های هشت و شبی و شیعه‌ای که دولت عراق رو تشکیل دادن و در واقع این دست رازی کردن به مناطق سنی نشین هست در عراق و جدای از سنی نشین ها به مناطق مثل دشت نینوا که مسیحی ها هم اون تعداد کمی هم که باقی موندند به اونجا هم رفتن و هشت و شبی به اونجا هم نفوذ کرده. این در واقع یک نقشه‌ای هست، نقشه راهی هست برای یک دست کردن قدرت در عراق، برای اینکه بتونن این سرمایه بسیار زیاد از نظر مالی به دست تنها این بخش از عراقی ها برسه که شیعه ها هستن و اکثریت هستن و در واقع هشت و شبی داره این نقش رو برای جمهوری اسلامی ایفا میکنه که سطح گسترش قدرت جمهوری اسلامی رو به تمام عراق تسری بده. چقدر فکر میکنید که میتونن توفیق داشته باشن به خصوص در مناطق سنی نشین؟ ببینید خیلی سخت است، این در واقع بسیار اصطلاحاً تبعاتی داشته، یعنی بدون تبعات نبوده برای اینها و سنی ها اهل سنت عراق اعتراض کردند و ابراز نگرانی کردن از این دسترازی هایی که داره هشت و شبی میکنه و آینده اون رو بسیار سخت میبینیم. میدونید که کشورهای منطقه مثل عربستان، امارات، اینا پشتیبان ها، اردن پشتیبان های اهل سنت هستن و اونها این اجازه رو نمیدن که هشت و شبی و شیعه ها اینقدر در این سطح برن و داخل عراق رو مثلا تسخیر بکنن. برای همین واکنش خواهد بود، ولی این دولت چون داره به هشت و شبی و این دولت داره به انتخابات نزدیک میشن، خیلی هم نزدیک است، ماه دسامبر انتخابات شوراها هست و این شوراها برای اینها خیلی مهم هست، چون هشت و شبی در واقع با کم رنگ شدن جنگ در عراق
بر ضد داعش در واقع سناریوی سپاه رو در عراق دارن پیاده میکنن برای تبدیل کردن هشت و شبی به یک بنگاه پول سازی یا پول درست کردن برای این احزابی که هشت و شبی از اونها برآمده. برای همین خیلی براشون مهم است این انتخابات رو در سطح وسیعی ببرن برای اینکه سطح نفوذ خودشون رو با پول و سرمایه بیشتر گسترش بدن. ممنونم از شما. فرزین کرباسی، فعال سیاسی از سلیمانی عراق. با ادامه تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هفته آینده قرار ارمنستان یک رزمایش مشترک نظامی با آمریکا برگزار کنه. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده هدف از این رزمایش آماده سازی نیروهاش برای شرکت در ماموریت‌های بین‌المللی حفظ صلح. نخست وزیر ارمنستان پیشتر روسیه رو متهم کرده بود که در محافظت از ارمنستان در برابر آنچه او تجاوزات مستمر از جانب آذربایجان خونده شکست خورده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. خب این ورود آمریکا به این بازی کلا معادلات رو برای روسیه طبیعتاً تغییر میده دیگه در منطقه. نه تنها ورود آمریکا، چون که اختلافاتی که بین ارمنستان و روسیه هست و بیشتر هم شده، که تغییرات خیلی جالبی اگه مثلا بریم تو جزئیات ببینیم که خب روسیه ای که طبق اون قرارداد امنیتی ICS که قرارداد امنیتی بین 6 تا کشوری که روسیه و کشورهای ارمنستان، یوراسیا و قرقیزستان، قزاقستان، 6 تا کشور بعد از سوویت مشترک منافع، و جالبه که طبق همون قرارداد امنیتی که بین این کشورها هست، درست مثل ناتو که ماده 5 که اگه یک کشور مورد حمله قرار بگیره باید کمک کنن، ارمنستان جز این قرارداد امنیتیه و روسیه طبق ماده 4 این قرارداد امنیتی اگه مورد حمله قرار بگیره باید کمک میکرد که نکرد مقابل آذربایجان. و اینجا جالبه که بدونیم نه تنها الان اطلاعات بیشتری هم از جنگ قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان اومده بیرون که نشون میده اصلا روسیه به آذربایجان کمک کرده، که اینجا موضوع رو جالب میکنه که مصالح روسیه با آذربایجان باید چی باشه که بیاد ارمنستان دور بزنه و به آذربایجان کمک کنه. این برای آمریکایی‌ها این خطر رو نداره که با نزدیک شدن به ارمنستان آذربایجان رو منزوی‌تر میکنن و احتمال اینکه باکو بره به سمت مسکو بیشتر میشه؟ این بس سوال خوبیه، چون که الان طبق یه قراردادی که در کنگره بهش میگن 907 که یه قراردادی بعد از سال 2002، قبل از 2002 آمریکا کمک مالی به آذربایجان می‌کرده، میلیون‌ها پول برای نظام، برای کمک‌های نظامی به آذربایجان می‌فرستاده. بعد از 11 سپتامبر همین قانون 907 اومد بیرون از کنگره آمریکا که اجازه نده آمریکا کمک مالی برای آذربایجان بفرسته. ولی از اون روز تا الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، و آخرین بارم همون ماه قبل، اواسط ماه قبل بود که کنگره داره دوباره صحبت می‌کنه که آیا از اون 2002 تا الان که گفتم مانع فرستادن کمک‌های مالی به نیروهای نظامی آذربایجان بشیم، این ممانعت صورت نگرفته و همیشه این کمک فرستاده شده. یعنی همیشه در مقابل این تصمیمی که خود کنگره گرفته ویوش کردن، یعنی مخالف این قانون وایستادن. الان هم منتظر تصمیم بایدن هستن. خب از یه طرف شما یک، البته نیروی آنچنانی هم آمریکا نمی‌فرسته، تقریبا 85 تا سرباز آمریکایی برای ترنینگ میرن به نیروهای ارمنستان که 170 خورده‌ای هم کمک می‌کنن، آموزششون میدن و برمیگردن. یعنی یک در سطح اونقدر وسیعی هم نیست که بخواد آموزش بده. ولی این که فرستادن کمک مالی به طرف آذربایجان که آمریکا هر سال داره انجام میده، و امسال هم هنوز نمیدونیم، مطمئن نیستیم که آیا بایدن دوباره اجازه میده این کمک مالی بره یا نه، که به نظر من به خاطر لابی های اسرائیل و آذربایجان و ترکیه تو واشنگتن احتمالش هست دوباره این کمک های مالی به کمک های نظامی آذربایجان فرستاده بشه. چون که اگر آذربایجان راه دیپلماسی رو ادامه نده، این کمک های مالی بر حسب قانون باید متوقف میشد، ولی متوقف نشده. دلیلش جواب سوال شماست، چون که خیلی وقتا اینجایی که واشنگتن هست میگن اگر ما بیایم اون کمک‌های مالی رو متوقف کنیم، ممکنه آذربایجان خودش رو دور کنه از هر گونه پیمان صلح یا هر گونه نشستن از این که بتونن دیپلماسی یا راه دیپلماسی پیدا کنن برای مشکلی که بین ارمنستان و آذربایجان هست. و چیزی که الان جالب نسبت به ایران که اینو نباید رد کنیم، اینه که طبق همون نشستایی که بین باکو و مسکو صورت گرفته، برای ایران این کریدور زنگزور که خیلی مهمه و ایران تنها کشوریه که جمهوری اسلامی مخالف چنین کریدوری هست، باکو با مسکو این موافقت رو داره. یعنی روسیه خیلی جالب، از یه طرف حمایت ایران داره برای جنگ اوکراین، از یه طرف داره حمایت میکنه از برنامه باکو و ترکیه برای کریدور زنگزور. برای همین هم هست که وقتی که دقت میکنید تو موضوعات ارمنستان و آذربایجان،
به گونه پیچیده است که واقعا به نظر من نمیتونیم یک راحت بگیم که چه سناریو دیگری در پیش خواهیم داشت، چون که از یه طرف اروپایی ها و آمریکایی ها نیرو مسلحی یا نیروی نظامی در افغانستان ندارن و از سال 92-94 تا الان این روسیه است که نزدیک 2000 تا نیروی نظامی تو این کشور داره و همیشه هم روسیه بوده که خب گازش و نفتش و تمام تسهیلاتی که ارمنستان احتیاج داشته فرستاده، ولی الان ارمنستان نزدیک 700 میلیون پول داده برای اینکه روسیه تسهیلات بفرسته و تا الان روسیه نفرستاده و از یه طرف داریم میشنویم که خب هم ترکیه هم اسرائیل کمک‌ها و تسهیلات نظامی برای آذربایجان فرستادن، یعنی ارمنستان رسما در یک ضعف نظامی الان قرار داره. حالا بماند که خب اروپا و مخصوصا فرانسه و آلمان میخوان ارمنستان جزئی از اتحادیه اروپا بشه که بتونن تا جوری که شده این حمایت رو بکنن. حالا پیشنهاداتی هم تو واشنگتن هست، میگه خب چرا ارمنستان رو نکنیم یکی از اعضای غیر رسمی ناتو که بتونیم حمایت کنیم، ولی ارمنستان باید از اون پیمان نظامی که روسیه توش هست اول از اون دورش جدا شه و آمریکا اینو میخواد به نظر من. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل اینجا در استودیو با ما. CNN گفته جدیدترین بیوگرافی ایلان ماسک از جزئیات تازه‌ای درباره نقش او در جنگ روسیه و اوکراین پرده برمی‌داره. مدیر عامل اسپیس اکس به نویسنده این بیوگرافی گفته که بعد از گفتگو با مقامات روسیه و نگرانی از احتمال یک جنگ هسته‌ای، دستور داده فعالیت اینترنت استارلینک در نزدیکی کریمه موقتاً محدود بشه تا یک حمله اوکراین به ناوگان دریایی روسیه اختلال ایجاد بشه. در بیوگرافی آقای ماسک آمده که به دلیل قطع اینترنت استارلینک، زیردریایی‌های کنترل از راه دور اوکراین که مملو از مواد منفجره بودند، بدون هیچ خطری برای کشتی‌های روسیه به ساحل بازگشتن. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست. آرش، این جزئیات جالبی هست، واکنش هم زیاد بوده، دیدم آقای مدویدف هم توییتی زده. چقدر محتمل است واقعا آقای ماسک چنین اقداماتی کرده باشه بدون هماهنگی با دولت آمریکا، به خصوص که میدونیم همین شرکت اسپیس اکسش توافق‌های زیادی با وزارت دفاع آمریکا داره؟ بله، اینجور که اخباری که منتشر می شود که فقط یک منبع دارد و در این مورد خاص منبع این داستان بیوگرافر خود آقای ایلان ماسک است، یک مقداری خبرنگارها با ترس و لرز به سراغ همچین داستانهایی می روند. ولی به هر جهت، اول والتر آیزاکسون کیست؟ والتر آیزاکسون یک بیوگرافر بسیار معروف است در مورد شخصیت‌های بزرگ تکنولوژی و علمی در آمریکا. زندگی نامه‌شون رو نوشته، مثلا زندگی نامه آقای استیو جابز رو نوشته ایشون، مدیر افسانه یه شرکت اپل، یا زندگی نامه آلبرت اینشتین رو آقای آیزاکسون نوشته و همینطور به همین دلیل هم داده شده زندگی نامه آقای ایلان ماسک رو بنویسه. بخشی از صحبتاش با ایلان ماسک داشته توضیح میداده در مورد استارلینک، اینکه به محض اینکه جنگ اتفاق میفته در اوکراین، ایشون سیستم استارلینک میفرسته برای اینکه نیروهای اوکراینی استفاده کنن، اما بعد به خاطر اینکه روس‌ها میزدن بیشتر در واقع ارتباطات استراتژیک تلکامیونیکیشن اوکراین رو از بین برده بودن، نه تلفن کار میکرده نه اینترنت کار میکرده، با این کار جنگجویان اوکراینی میتونن با هم در ارتباط بمونن و مقاومت کنن در برابر روس‌ها. به نظر میآید بعد از چند هفته یواش یواش اوکراینی ها سعی میکنن که استفاده کنن از راه‌های نوآورانه‌ای برای اینکه بخوان حمله کنن به روس‌ها. میان یه سری شهپاد رو که در واقع درون‌های دریایی هستن رو پر از مواد منفجره میکنن و استارلینک رو بهشون وصل میکنن برای اینکه جهت‌یابی کنن رو جی پی اس برن به سمت ناوگان روس‌ها. آقای ایلان ماسک متوجه میشود و از ترس یک عکس العمل اتمی توسط روسیه، اون چیزی که بیوگرافر میگوید، استارلینک رو خاموش میکند اونجا و اجازه نمیداد این شهپادها برسن به نیروی دریایی روسیه. اونها هم همونجور که شما گفتید برمیگردن به ساحل بدون که مشکل ایجاد کنن برای کسی. بعد هم با به نظر میاد خود ایلان ماسک با مقامات روسی زنگ میزنه صحبت میکنه و از جمله با پوتین صحبت میکنه
و بعد به یک تفاهمی میرسن در مورد اتفاقاتی که اونجا افتاده است. بر طبق اون چیزی که بیوگرافر گفته است، بعد هم با آقای جیک سالیوان صحبت کرده، مشاور ارشد امنیت ملی، و جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به خاطری که پنتاگون علارغم این همه فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مختلفی که دارد هنوز قدرت رقابت با استارلینک رو ندارد. حتی پنتاگون برای اینکه بخواد اینترنت بدهد به ارتش یا اینترنت بدهد در جایی که اینترنت الان دسترسی بهش وجود ندارد، و این خودش نشان دهنده این است که آدمی مثل ایلان ماسک الان چه قدرت بزرگی است به شخصه در صحنه جهانی، که حتی دولتی مثل آمریکا باید بره التماسش بکنه برای اینکه بخواد استارلینک رو دوباره روشن کنه تا کشورهایی که باهاش در ارتباطن بتونن به جنگ علیه روسیه ادامه بدن. ممنونم از سوارش علیه همکارم از کنگره. وزارت دفاع آمریکا میگه در ادامه کمک‌های نظامی واشنگتن به کیف، گلوله‌های زره شکن از جنس اورانیوم توی شده رو در اختیار اوکراین قرار میده. از این نوع گلوله برای تجهیز تانک‌های آبرامز آمریکایی استفاده میشه که قراره تا پایان سال جاری میلادی به اوکراین تحویل داده بشه. اورانیوم توهی شده محصول پرتراکم باقی مانده از غنی‌سازی اورانیوم که همچنان رادیواکتیو، اما میزان ایزوتوپ‌های U235 و U234 اون به مراتب کمتر از اورانیوم طبیعیه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، حرفای زد و نقیزی در مورد میزان خطرات این سلاح‌ها این بر اون بر شنیدم، واقعا بی‌طرفانه چه هست؟ چقدر مخاطره‌آمیز میتونن باشن؟ خب ببینید، در سنگ طبیعی اورانیوم که در طبیعت به فراوانی یافت میشه چندین نوع ایزوتوپ های اورانیوم هستش، که از جمله ایزوتوپ اورانیوم 235 که برای فرآیندهای تولید انرژی و همینطور سلاح‌های اتمی مورد استفاده قرار میگیره. برای این کار چون خیلی درصد ناچیزی از 235 در سنگ اورانیوم هست، باید در همین فرآیند غنی‌سازی اونا رو غنی بکنن و در واقع چکیده بکنن مقداری 235 از این خارج بکنن، و در این فرآیند یک مقداری از اورانیوم باقی میمونه از که به صورت اورانیوم 238 که اون مقدار انرژی تولید همچنان رادیواکتیو هست، ولی مقدار آلودگی رادیواکتیوش به اون حد نیستش که بتونه تشعشعاتش بتونه از پوست بدن نفوذ بکنه، و در نهایت اگر به صورت تنفسی وارد از راه تنفس وارد بدن بشه یا اینکه از راه دهان وارد بدن بشه، میتونه در سلول‌های زنده بدن تاثیر بذاره، میتونه به خصوص به کلیه‌ها میتونه صدمه بزنه، و در شرایط دوز خیلی بالا میتونه باعث از کار افتادن کلیه‌ها بشه. ولی میدونین که گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده یا توهی شده در حقیقت گلوله‌هایی هستند که به خاطر چگالی بسیار بالای این فلز، که در حقیقت میشه گفت که چگال‌ترین ماده در طبیعت هستش، ارتش آمریکا از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 استفاده کرده برای اینکه مغز در حقیقت مرکز گلوله‌های ضد تانک ضد زره خودش رو با این اورانیوم ضعیف شده بتونه تقویت بکنه و وزن اونها رو خیلی بالا ببره. در همون است که تو جنگ عراق هم استفاده کردن، درسته؟ بله، این گلوله‌های اورانیوم غنی شده که در تانک‌های M1A1 در اون زمان مورد استفاده قرار می‌گرفت، 800 گلوله M829 میتونستن به زره ضخیم تانک‌های T-72 عراقی نفوذ بکنن و حدود امکان نفوذ به 570 میلیمتر زره داشتن. اون نسل اول گلوله‌هایی که تانک‌های آبرامز آمریکا استفاده می‌کردن، الان که نسل چهارمش مورد استفاده هستش، کاملا محرمانه است که تا چه حد میتونن به نفوذ بکنن به زره‌های پیشرفته، ولی بیش از 570 میلیمتر نسل اولی هستش. بنابراین بسیار مهم هستش برای اوکراین که از این گلوله‌ها در کنار تانک‌های آبرامز برخوردار باشه تا بتونه به بخش جلویی زره تانک‌های T-90 و T-80 که در اختیار روسیه هست نفوذ بکنه، که اونا ضخیم‌ترین بخش زره تانک هستن، قسمت جلوی برجک تانک و قسمت جلوی تانک زره تانک خیلی
زخیم هستن و چون با زاویه قرار داده شدن یک ضخامت دقیقاً بیشتری رو در مقابل یک گلوله‌ای که از روبرو بهش برخورد میکنه ایجاد میکنن. ولی به قدری گلوله‌هایی که از اورانیوم ضعیف شده در مرکز خودشون در هسته خودشون استفاده میکنن سرعت بالایی دارن که میتونن به این نفوذ بکنن به ذره های ضخیم و همینطور به خاطر خصوصیت هایی که شیمیایی که دارن به محض برخورد و نفوذ به ذره آتش میگیرن و این آتش گرفتن اون گلوله باعث میشه که در داخل تانک بتونن آتش سوزی ایجاد بکنن و اون محتویات تانک رو منفجر بکنن. بسیار کارآمد هستن ولی خب در شرایطی به عنوان یک ماده سمی شیمیایی محسوب میشه نه به عنوان یک ماده رادیواکتیو و به خاطر همین احتیاط باید کرد نسبت به استفاده و کاربری از اون. ولی خب در شرایطی که مثلا به ذره هایی که از لایه های اورانیوم ضعیف شده هم استفاده میکنن گلوله نفوذ بکنه یا اگر این گلوله در یک محیطی منفجر بشه که ذرات اورانیوم ضعیف شده در هوا پخش بشه میتونه از راه تنفس وارد بدن بشه و همون ضررهایی که عرض کردم ایجاد بکنه بر انسان. البته صحبتهایی هم هست که باعث ایجاد سرطان هم میشه ولی اینا هیچ وقت صادر نشد. ممنونم از شما. ثابت نشد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از مؤسسه واشنگتن. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی میگه برگزاری مراسم اهدای جوایز افتخاری اسکار به دلیل ادامه اعتصاب نویسندگان و بازیگران حدود 2 ماه عقب میفته. این آکادمی اعلام کرده این مراسم که قرار بود 18 نوامبر برگزار بشه حالا به 9 ژانویه موکول شده. اعتصاب نویسندگان و بازیگران سینما و تلویزیون آمریکا بر سر دستمزدها و مسائل صنفی همچنان با مدیران استودیوهای بزرگ بی‌نتیجه مونده. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما و تئاتر با ماست. خانم ملکوتی، خیلی دیگه طولانی شده این اعتصاب، از نویسندگان شروع شد حالا به هنرپیشه هم رسیده و دیگه یواش یواش داریم وارد فصل اسکار میشیم و همچنان هم سینما و هم تلویزیون اینجا در آمریکا سرگردانه که بالاخره نتایج مذاکرات چه خواهد شد. بله درسته، شاید کمتر کسی فکر میکرد که اعتصاب نویسندگان از ماه می، اوایل ماه می و اعتصاب بازیگران از 14 جولای که آغاز میشه اینقدر طول بکشه و به اینجا برسه که باعث بشه مراسم‌های خیلی مهمی که در آمریکا برگزار میشه مراسم‌های سینما یا تحت تاثیر قرار بده. الان اسکار رو تحت تاثیر قرار داده، مراسم امی به عقب افتاده، چند ماه عقب افتاده به ژانویه و حتی میخوام بگم که در سینمای دنیا هم خیلی تاثیرگذار بوده به خاطر اینکه شما الان جشنواره ونیز رو ببینید بدون ستاره‌های سینمای آمریکا واقعا اون حال هوای سال گذشته رو نداره، اون رنگ‌آمیزی رو نداره. همینطور وقتی که بازیگرها و نویسندگان تو هیچ فرش قرمزی حاضر نمیشن و در هیچ تبلیغ فیلمی حاضر نمیشن، خب این یه ذره بزرگی الان برای کمپانی ها و بسیاری از فیلم ها اکرانشون به عقب افتاده و به خاطر اینکه بازیگرها حتی حاضر نیستن در تبلیغات این فیلم ها شرکت بکنن و صاحبان صنعت سینما تهیه کنندگان هم نمیتونن بدون تبلیغات فیلم هاشون رو اکران کنن چون ممکنه شکست بخوره در اکران و فروش پایینی داشته باشه. الان این مراسم گاورنرز اواردز یه مراسم خیلی مهمی هست که قبلا جزی از اسکار بوده ولی از سال 2009 از اسکار جدا شده و در حقیقت یک اسکار افتخاری هست که به بزرگان و نام‌آوران سینمای آمریکا میدن. امسال قراره با آقای میل بروکس که تهیه کننده، کارگردان و بازیگر 97 ساله سینمای آمریکا هست تقدیم بشه و به یک بازیگر و همینطور و یک تدوینگر و این الان این نشانه زیاد خوبی نیست چون اسکار هم به نظر میاد که نمیتونه اون تاریخی که باید بیاد و مراسمش انجام بشه و اینطور که به نظر میرسه کمپانی‌های بزرگ و در حقیقت تهیه کنندگان چاره‌ای ندارن جز اینکه به یک توافقی برسن، برای اینکه از سال 1980 که اعتصاب بازیگرها 10 هفته طول کشید الان در هفته نشده ولی
اعتصاب نویسندگان خیلی بیشتر از 10 هفته شده و به نظر میاد که به هر حال باید از این سودهای هنگفتی که سالیانه به دست میارن، الان شما ببینید فیلم باربی چقدر فروخته، از این سود باید یک مقداری بگذرن و اونو عادلانه تقسیم کنن بین کسانی که در این صنعت هستند. و این اتحادی که بین اعضای این صنوف هست واقعا زیبا و باشکوهه و من مطمئنم که تهیه کنندگان رو به زانو در میاره به زودی. ممنونم از شما. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر و سینما از واشنگتن. دانشمندان برای اولین بار موجود یا مدل جنینی رو رشد دادن که شبیه جنین اولیه انسانه. این مدل جنین بدون استفاده از اسپرم، تخمک و رحم و با بکارگیری سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه رشد کرده. دانشمندان مؤسسه وایزمن با انتشار نتایج آزمایششون در ژورنال نیچر اون رو یک مدل کامل جنین 14 روزه در مرحله بعد از لانه‌گزینی توصیف کردند. اونها میگن این مدل همه ساختارهای کلیدی که در جنین انسان در مراحل اولیه رشدش ظاهر میشه رو تقلید میکنه. این مدل جنین حتی هورمون‌هایی ترشح داده که موجب مثبت شدن آزمایش بارداری در آزمایشگاه شده. همکارم همایون خیری از لندن با ماست. همایون، به زبان ساده به ما بگو که این کار یعنی چه و چه کمک‌هایی میتونه در زمینه پزشکی احیانا به ما بکنه. اول من عذرخواهی بکنم، ظاهرا دوربین من تصویر واضحی نمیده، اگه اشکالی هست اشکال از طرف من. ببین، این کاری که این به اصطلاح این تحقیق جدید که انجام شده نشون میده که خود سلول‌ها، اینو قبلا میدونستن از نظر ژنتیکی، خود سلول‌ها میتونن فرایند رشد رو و تمایز رو به اصطلاح دنبال بکنه و این اتفاق خیلی مهمیه. یعنی ما میدونیم سلول‌های بنیادی بعضی هاشون هستن که بهشون میگن پولیپوتنت، یعنی میتونن انواع مختلفی از به اصطلاح سلول‌ها رو تشکیل بدن، یعنی بافت‌های مختلف رو تشکیل بدن و حالا اینها رو گذاشتن کنار هم دیگه و این کنار هم دیگه گذاشتنش معنیش این هست که اینا به اصطلاح از نظر ژنتیکی اون دی ان ای که در اینها هست، اون ژنی که در اینها فعال میشه، شروع میکنه تکثیر شدن و شروع میکنه اندامهای مختلف رو درست کردن و این کاری است که خب این بار انجام دادن. یه نکته خیلی مهم این است که تا به حال به نظر میرسید برای انجام چنین فرایندی، یعنی درست شدن به اصطلاح یک سلول و تبدیلش به یک جنین اولیه که به نام مورولا هم شناخته میشه، نیازه که حتما به اصطلاح اسپرم و تخمک با هم دیگه امتزاج پیدا بکنن و ترکیب بشه و چنین اتفاق بیفته. الان متوجه شدن که این کار میتونه بدون اینکه به اصطلاح سلول های نر و ماده در شبیه سازی که در اولین بار در مورد گوسفند انجام دادن عملا همین اقدام صورت نمیگرفت؟ چرا؟ ولی اینها یه مرحله عقب‌تر رفتن، یعنی گوسفند دالی رو که انجام دادن اینو اول لقاهش به اصطلاح اول اینو رشدش دادن، به یه مرحله رسوندن، یعنی که خود این سلول از سلول پستان به اصطلاح اون مادر، اون گوسفند مادر گرفته شده بود، بنابراین بخشی از تمایزش انجام شده بود. اینها سلولایی هستن که هیچ کاری ندارن، یعنی هیچ به اصطلاح وظیفه ای الان برایشون تعیین نشده. وظیفهشون وقتی تعیین میشه که به اینها مواد شیمیایی اضافه میشه. درست شبیه اون کاری رو کردن که بعضی از ورزشکارهایی که زیبای اندام کار میکنن با مواد شیمیایی انجام میدن. یعنی یه موادی رو به بدنشون وارد میکنن که اینا عضلات رو بیشتر میکنه، به اصطلاح حجمشون رو بیشتر میکنه و اون حجم بیشتر یعنی تعداد سلولهای بیشتر. اینها الان این کار کرده، یعنی خود این سلول‌ها رو گذاشتن مواد شیمیایی بهشون اضافه کردن و اینا چون قابلیت تبدیل شدن به اصطلاح سلول‌های دیگه داشتن و اینا رو قبلش دستکاری کردن، اینا تونستن وقتی کنار هم قرار بگیرن بین خودشون به اصطلاح اون رابطه‌های شیمیایی رو ایجاد بکنن و تبدیل بشن به یک جنین اولیه. همایون، نمیخوام حالا حرفای علمی تخیلی بزنم یا خیلی خوشبین باشم، ولی اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنم، به گمانم این مسیر رو باز میکنه که احیانا ما بتونیم اعضای بدن با خاصیت عین نقشه ژنتیک خودمون درست کنیم. درست، یعنی فرض کنیم مثلا این نفر مشکل کلیوی داره، میتونن کلیه‌اش رو بسازن یا قلبش رو یا قرنیه چشم رو یا چیزای دیگه. درست میگم؟ نه تنها درست میگی، بلکه من میخوام بگم همین امروز یک خبری آمده از مؤسسه تحقیقات گوانگژو در چین
که اینها کلیه انسان رو در بدن خوک به اصطلاح پرورش دادن. یعنی درست همین حرفی که میزنی، نه تنها اینها تونستن کلیه رو بسازن در یک بدن دیگه، بلکه الان میتونن بگن خیلی کارهای دیگه هم انجام میتونن بدن و من مطمئنم بنابر رویه‌های علمی الان خیلی کارها رو تونستن انجام بدن. موضوع به اصطلاح مجوزهای پزشکی و مجوزهای اخلاقی هست و اگر بشه این مجوزها رو که به هر حال من فکر میکنم در یک جایی اینها رضایت میدن به انجام دادنش، بنابراین این اتفاق به عنوان به اصطلاح دستاوردی که قابلیت تکثیر یا سنتی شدن پیدا خواهد کرد ازش استفاده میشه. یعنی همین حرفی که شما میزنید، همین امروز به اصطلاح نشریه سل که یک نشریه خیلی معتبریه در زمینه تحقیقات زیست شناسی، از اون دانشمندان یاد کرده که اینا به طور موفقیت‌آمیز تونستن کلیه انسان رو در بدن خوک پرورش بدن و این کاملا شدنیه. و خیلی کوتاه اگر بگی، مطمئنم که کلی سوالای اخلاقی هم به همراه داره دیگه. سوالای اخلاقی که خیلی زیاده، برای اینکه ما رو مواجه میکنه با چیزی که همین الان در فناوری باش مواجهیم، مثل هوش مصنوعی. ما تا کجا میتونیم تشخیص بدیم که یک به اصطلاح تصویر، صدا، این از واقعا از اون فرد آمده یا اینکه یک چیزی به اصطلاح ساخته شده؟ و مشابه همین در مورد زیست شناسی است که خب به هر حال چون بخشی از بدن رو میسازه، طبیعتاً خیلی راحت جامعه باش به اصطلاح برخورد نخواهد کرد. من فکر میکنم این حرفی که میزنی بسیار بسیار نزدیک، آینده نزدیک ما باش روبرو میشیم که به هر حال تصمیم بگیریم چه کار باید بکنیم. ممنونم از تو همکارم همایون خیری از لندن با ما. مجدد عذرخواهی میکنم. نه، یه دوربین خوب برات میخرم میفرستم. مرسی از تو. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. تا برنامه بعدی، بدرود.